سپید جان بیا داداش بیا بیا بشین این گوشه اینجا رو سف بگه نیفتی این میله رو بگی آفرین مراقب باشی محکم بشین از خانقا بفرمید بفرمید سفش اینا خب حاج آقا خوبی بعدی از ما دیدی حلالو میکنید هنوزم بوی مرحوم پدرتو میدی خدا رحمتش کنه با اجازت خداحافظ شما خداحافظ خداحافظ شما خداحافظ حلالو میکنید خداحافظ شما بفرمید خواهش از خانم بفرمید خداحافظ امینی مراقبه وسایل باش معلوم میم سلام سید علیکم السلام پسرم حالا تو خوبه؟ خوش آمدید متشکرم بیاین تو محمد علی رافع متعلق به این محل است اینجا محبت داریم خدا رحمتش کنه کجا میخواییم برین؟ رفتهاش پشیمونن هر جا که برین باز بر میگردین تو همین محله تو همین خونه قدیمی قدیمی ها میگن هر چیزی بر میگرده به اصل خودش راستش نمیدونم حق با شماست توکل به خدا انشالله که هرچی خیره هرچی خواست خودش باشه برو پسرم دیرت نشه منتظرتم اما یادت باشه اگر یه روزی برگشت انشالله تو این محل حتما سراغ ما بیا باور کن خوشحال میشی چشم حتما بر حال خوبی بدی از ما دیدین حلالو میکنی خدا پشت پناهت خدا حافظ شما خدا حافظتی
از کار قم جا واسه من الان میام. کجا اومدیم؟ آسمون خراشه. اینجا کجاست دیگه؟ شما چه کارشی؟ ایشون داییمه. خیلی آقا بود. چند نفری؟ ما 4 نفریم. 4 نفر. قانون آپارتمان نشینی که بلدی. ایشالا کم کم یاد میگیریم. اینجا هیئت مدیره داره. رئیس هیئت مدیرش هم آقای مشایخه. وسایلتی که پیاده کردی میری پیش آقای مشایخ، یه برگ کاغذ بهت میده، یه راست میاریش پیش من. چشم. طبقه چندم؟ طبقه ششم. طبقه ششم. خیلی خوب، با اجازت. داشت یادت میرفت. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. این هم کلید. میتونیم خالی کنیم. از قرار آقا یه زحمت میکشین اساسا رو از بالا با ما بدین؟ بله آقا. بفرم. بیا مادر. منم کنم. میتونی ببری؟ سنگین نیست؟ بیا. مراقب باش. بیا این رو شما ببر. مرسی. مراقب باش. بیا بار اون ساک مشکیه رو بی زحمت بده من ببرم. بیا مراقب باش. مراقب باش. برش کن از خر آقا، حواسش نبود. خب از مراقب باشم. ببخشید داداش فضولی میکنم. اینجا رو خریدین؟ نه. تو گفتم حیف اون محل خودتون نبود اومدین اینجا. سلام آقا. سلام. قربانه. کمکتون کنم؟ خیلی ممنون، راضی به زحمتتون نیستم. نه بابا چه زحمتی؟ تازه تشریف آوردین تو این ساختمون؟ بله. وای چقدر جالب. میدونین من مدت هاست دنبال این کتاب میگردم. میتونم ازتون قرض بگیرم بعدم بهتون برگردونم؟ خواهش میکنم، ایرادی نداره. خیلی ممنون.
راستی کدوم طبقه میشینی؟ ما طبقه چهارم هستیم، واحد 12. چهارم؟ ولی اینجا که طبقه ششمه. اینجا طبقه ششم. انقدر اینجا شبیه همه که آدم طبقه ها رو اشتباه میکنه. خیلی ممنون بابت اینا که زحمت کشیدیم. خواهش میکنم. خیالتون راحت باشه. ما همین طبقه ششم واحد 22 ایم. کتابو سریع بهتون برمیگردونم. خواهش میکنم. قابل شمارم نداره. ببخشید. شما اسمتون؟ من امید هستم. امید رافه. خدا نگهدار. ممنون از زحمت کشیدید. خدا حافظ. چیه؟ من خیلی گشنمه. گشنته؟ خب میخوای بریم اینجا چیز بخوری؟ نمیدونم، فقط اینو میدونم که خیلی گشنمه. بیا بریم اینو چی داره. بخور قربونتم. نوشت جون. زهر مار کوفتم تهمی. آرز سفارش این گدا گشنه ها چی شد؟ ما بدبخ شدیم از دست اینا. با چه چشم نکن یه تو بخور بابا. خونه ها کجا آمانیم؟ بزن بیارد بینیم. تو رو بشه رو برم سمارش. نکن خوب اینجوری ها. سلام، خسته نباشید. سلام، خوش آمدیم. میتونم منوتو رو ببینم؟ بله، خدمت کنم. بله، خواهش میکنم. پاسا داری؟ بله. دو تا ماهی بعد بفرم. حتما میارم خدمتم. متشکرم. آقا سلام هست. سلام هست. سلام هست. آقا شما همونی هستی که تازه اومد اینجا؟ همون هستی؟ بله. بله ما امروز اومدیم. طبقه چندو؟ طبقه چهارو هست. شما هم ساکن همین برجین؟ فائزه بزرگترها بله. مرز؟ خیلی بدخل میده. تو هم مرز این چه حرکتی آخه داری انجام میدی؟ آرزو جون مادرت یه چیزی بیار اینا بخور الان همه میزم تیکه تیکه میکنن. باشه آقا بریز چشم. جاش خوبه مادر؟ اون همیشه جاش خوب بوده. بس کن مادر، ما از اونجا جا به جا شدیم اومدیم اینجا که روحیمون عوض بشه، روحیمون بهتر بشه، نه که ضعیفتر بشی. تا که میخواستی گوشه و خون زانی و غم بغل کنی؟ اینجوری بره هممون بهتره. تمومش کن. باشه ببینم حالا کجایی که صدای فسفس داره میاد. خجالت بکش، من هر این حرفا نیستم. بعدی که آدم سالم باشه اوضاع تهران خوبه. چطور مگه؟ خرابه؟ واسه چی؟ نگران نباش، خوب میشه. چی؟ اصلا حرفش هم نزن. آرزو عصای دست منه، من به شهرستونش نمیدم. بذار ذره جون بگیرم، بعدا خودم یه فکری براش میکنم. یه چند لحظه. آرزو، آرزو بابا ببین کیه در میزنه. با عرض معذرت، مهندس برای من مهمون اومده. سلام. بفرمایید. ببخشید منزل آقای مشایخ؟ بله. ببخشید من امید رافه هستم، همسایه جدیدتون، طبقه چهارم واحد 12. ایشون تشریف دارن؟ الان میگم بیان خدمتتون. آرزو کیه؟ سلام آقای مشایخ. سلام. شما؟ من خرزاده آقای طاهری هستم. وح 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 وح، بالاخره تشریف آوردید. خیلی خوشحال دیدمتون. اسباب کشی کردید؟ جابجا شدید؟ بله. مبارکه.
حالا چرا دارم در وایسادید؟ مزاحم تو نمیشم. قرض از مزاحمت این که نگهبانی اینو داد به من بدم خدمت شما. بفرمایید تو. تعارف نکن. بفرمایید. بیا تو. ببخشید با این سر و از خدمت رسیدم. تازه اساس خالی کردیم دیگه ببخشید. خیلی هم برازنده است. نمودی که اسمت امید بود، بله؟ بله. بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. میخوایم ما پیدا شیم؟ خفه بابا چه ناراحت میشی خب؟ سلام تیمسار. من سرهنگم، نه تیمسار. امرتونو بفرمایین. مخلصی. گفتم چه کار داری؟ آقا من اومدم با دورنا یه دقیقه بریم بیرون، میشه صداش کنی؟ دورنا نیست. آقا ما با هم قرار داریم، کجا رفته؟ رفته امتحان ترمشو بده. سلام بهروز، چرا انقدر دیر اومدی؟ داشتیم تیم سار. سهار. سلام بچه ها، خوبین؟ ای تو چته؟ از یارو تیم سار خوشم نمیاد. بی خود خوشت نمیاد؟ فکره چون تیم سار ازش خورده برده دارم. حالا شما کوتاه بیا. کجا بریم؟ هر جا تو دوست داری. من قبرستون دوست دارم. منم دوست دارم. ای والله بابا، به اینا میگن رو موجولیت. پیاده شی. چی؟ پیاده. مریضی تو ها؟ این همه را ما رو کشوندی اومدی اینجا، حالا پیاده شیم دیگه. بابا من امروز حوصله ندارم. برین حالا بعدا هم دیگه رو میبینیم دیگه. تو کی اعصاب داشتی بابا؟ باشه باشه بریم. هیچ وقت اعصاب نداشتی. هیچ وقت. هیچ وقت حوصله نداشتی واسه ما. بشین بریم. کجا بریم؟ قبرستون. خودتو لوس نکن. کجا بریم؟ همون جای همیشگی. اصلا حرفشون، اصلا اوزای ریالی خیت خیته. ولی من دارم. تا کجا؟ مثل اینکه اول ماه ها. آه یادم نبود. پدر محترم اول ماه پول میفرستن. باور کنید که خیلی خوشحالم. از اینکه رشته تحصیلی شما یک رشته مهم و حساسه. ولی از این بیشتر خوشحال شدم که فهمیدم با ما همکاری میکنی. راستش وقتی کارشناس ما اینجا ترک کرد ما تنها موندیم و هنوزم متاسفانه کسی که لایق باشه پیدا نکردیم که جایگزین کنه. امیدوارم که بتونم در کنار کار و تحصیلم جوابگوی شما و نیازهای شرکتم باشم. حتما میتونی. با این شخصیت، تعهد و نجابتی که در تو میبینم میدونم که هم به کار خود رسیدگی میکنی و هم به کار شرکت ما. آقای مشرف، من شرمنده میفرمایید. مداهنه نمیکنم، این حقیقت رو میگم. خیلی متشکرم. خب اگه اجازه بدین من از حضورتون مرخص بشم. اجازه امام دست شماست. در ضمن اینم خدمت شما. خدا ما نگهبانی همراهی میکنم. متشکرم. آقای رافه، برای یادآوری و طبق قرار فردا صبح ساعت 8 دخترم آرزو تو محوطه برج منتظر شماست که به اتفاق برید و دفتر رو از نزدیک تماشا بکنید. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. خوشحال شدم. خداحافظ. من امروز به خالم گفتم که همین روزا میریم سر خونه و زندگی. کی همچین حرفی زده؟ من گفتم؟ نه، واسه خاطر این گفتم که دیگه مزاحممون نشن. آه، خوب کار کرد. ولی آخرش چی بهروز؟ آخر چی؟ یعنی کی میخوای تکلیفمو روشن کنی؟ تکلیف که روشنه.
من یه حرفی زدم، پای حرفم هم هستم. همین. پس کی؟ حالا. یعنی منظورت اینه که؟ ای بابا، منظور من یه چیزی هست دیگه. باز اومدیم دو دقیقه یه جا آرامش پیدا بکنیم، یه چیزی بخوریم، اگه گذاشتی؟ مگه من چی گفتم؟ بهروز، این چه طرز حرف زدنه؟ خب ماما خانوم، من رفتم، شما هم مواظب خودت باش. قول دادی به ظرفا دست نزنی تا من بیام. خواهش میکنم کارا رو نکن مادر جون، بسپر به من قربونت. باشه، خدافظ عزیزم. تو هم مواظب خودت باش. باشه چشم، خدافظ. خدا به سلامت. شما کجا میریم؟ یک گشت اطراف بزنیم ببینیم چه خبر. مگه قرار نبود بری دانشگاه بعدش هم بری بانک برای وام؟ چرا میرم؟ حالا عجله نیست، میرم چند روز دیگه میرم. هر طوری که خودت بخوای. خب شما حاضر خانم کوچولو؟ من که خیلی وقت حاضر. بیرون چیزی نمیخوای؟ نه فعلا که چیزی نمیخوام. فعلا خداحافظ. بریم. به سلامت. خداحافظ. باشه آقا، من بهشون میگم، حتما بهشون میگم. خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. سلام جناب آقای رافعه. آقای مشاق باهاتون امان کردن؟ بله، اتفاقا خیلی هم سفارشتون رو کردن. ایشون به ما لطف دارن. خیلی ممنون، با عزت. خدا حافظ. خدا. من همه آبروم رو این مسئله گذاشتم. بی خود. یعنی چی بی خود؟ یادت رفته؟ یادت رفته چه حرفایی به هم زدی؟ یه زندگی خوب و قشنگ توی جای خوب. یادت من چقدر جنگیدم تا بابام اجازه بده ما با هم ازدواج کنیم؟ حالا 2 ساله که منو ول کردی به امون خدا. همه حرفات هم که یادت رفته. حرفم که میزنم عصبانی میشی. این از این مغازه هست که تو دوست داری؟ آره. بگه چه خوشت میاد؟ این قشنگه. آره چه بامزه هستی. آره. سلام آقای رافه. سلام خانم مشه، حالتون چطوره؟ سلام. سلام دختر خانم گل، اسم چیه؟ اسمم سپیده است. به به، چه اسم قشنگی. ممنون. اسم منم آرزوه. اسم شما قشنگه مگه نه داداش امید؟ بله، خیلی اسمشون قشنگه. خیلی ممنون. جای خاصی تشریف می‌بردین؟ نه جای خاصی نمی‌ریم، همین اومدیم یه ذره قدم بزنیم، با محیط آشنا شیم، خرید کنیم، همین. پس من مزاحمتون نمی‌شم. اتفاقا خیلی خوشحال می‌شیم بیاین با ما. خب شاید کار داشته باشم، مزاحمشو نشیم. نه اتفاقا هیچ کار خاصی ندارم. دیدی دلشون می‌خواد با ما بیان؟ بله، فرحال در خدمت تو هستیم. پس بفرمایید. اصلا میدونی چیه؟ همین الان باید تکلیف منو روشن کنی. برو پایین. بهروز. میگم برو پایین. نمیرم پایین. Thank you.
میخوام. امیر خوبم، من برای تو رنج های بسیاری متحمل شدم. خوشحالم که پس از مرگم دینی به تو ندارم. من وظیفه پدریمو تا اونجا که در توانم بوده انجام دادم، اما تو از من دینی به گردن داری و دین منو زمانی باید ادا کنی که اندیشه منو دنبال کنی. تو بهتر از هر کس با اندیشه پدرت آشنایی. من هست و نیستم و به پای اعتقادم خرج کردم و از تو انتظار دارم که فرزند صالح وطن باشی. همین برای آرامش روح من کافیه. تو اون ایامی که در بستر بیماری بودم، اون چه که از دستت بر اومد برای بهبودی من دریغ نکردی. خواهراتو با عزت و آبرومندی سرپرستی کرد. مردن من مهم نیست، چون من به عشق مردن در راه آرمانهام وارد میدان نبرد شدم. امید خوبم، تا میتونی خوبی کن. خوبی رمز معرفت و انسانیت. خوب زندگی کن و به دیگران خوبی کن. تنها چیزی که پس از مرگ من مهمه اینه که شما چه سرنوشتی پیدا خواهید کرد. ازت یه خواهش دارم، همسری که انتخاب میکنی سعی کن باورهای تو رو که باورهای من هست رو قبول داشته باشه. از خداوند منان میخوام که همه شما رو در پناه خود داشته باشه. پدرت محمد علی. امید؟ بله مادر. مادر چته؟ ایچی چیزی نیست. تو داری گریه میکنی؟ الهی من قربونت برم. دیگه دیر وقت، شب هم بریم بخوابیم. شب بخیر مادر. ماما تو چرا نمیخوابی دخترم؟ خوابم نمیبره. بگی بخواب مادر. مهم اینه که شما از محیط کار پدرم خوشتون بیاد. ایشالله که حتما همینطوره. منم بتونم با کار کردنم لیاقتمو نشون بدم. خواهش میکنم، شکست نفسی میفرمایید. باور کنید من انقدر خوشحالم که نمیتونم به زبون بیارم.
با سر کله این پسر پیدا شد. مثل سایه داره تعقیبم میکنه. مهم نیست. سر به سرشو نظر خوشم میرم. تو رو خدا اگر اومد جلو چیزی گفت شما اعتنا نکنید. اینا ما یک کسی کار ندارن که های مزاحم بشن. اینا یه مش اوباشن که کارشون مزاحمت درست کردن برای اینا اونه. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. خوش آمدید. متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو، سلام بابا، شما کجایی؟ بانکم، شما کجایی؟ من دفترم. خیلی خوب، باش، میام. بابا، آقای رافع هم اینجا هستن. سلام خدمت ایشون برسون، منتظر باشن، من میام. باشه چشم، شما کاری ندارین؟ نه دخترم، فعلا خداحافظ. خداحافظ. بفرمایین از خودتون پذیرایی کنیم. چشم، خیلی ممنون. سلام پسرم. سلام آقای مشایخ. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. بفرمایید. بازم خوش آمد میگم بهتون. از اینکه شما رو معطل گذاشتم خیلی عذر میخوام. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. آرزو خانم. یه لحظه ببخشید. خواهش می‌کنم. خانم مشایخ. آو بله. بفرمایید. این آقاشنگی کیه؟ به شما هیچ ربطی نداره. خوبه، زبون در آوردی. تو از جون من چی میخوای؟ خب معلومه، ازت خوشم میاد. ولی من اصلا از تو خوشم نمیاد. تو هم خوشت میاد، خیلی هم خوشت میاد. فقط روت نمیشه بگی. فردا صبح اول وقت بیاین پیشم کارتون دارم. چیکار داری؟ بیاین کار دارم. خیر باشه آقا بشت. خیره. بخواهم چایی؟ کی بر میگردی؟ هر من کارم تمام شده. مادر حواستو جمع کن. آقای مشایخ از کارت خوشش بیاد. اگه تو بری سر کار من هیچ دغدغه‌ای ندارم. خیالت راحت باشه. بابات ذره‌ای راضی نبود به اینکه ما از بنیاد و اینجور جاها حقوق بگیریم. اول امیدم به خداست، بعد تو. نگران نباش، همه چی درست میشه. خداحافظ. به سلامت. خدا به همراهت.
خیلی ممنون. سلام. کاری با من داری؟ متوجه حرکتت نمیشم. بذاری بیشتر بهم توضیح میدی؟ چرا دلواپسی دخترم؟ امید هنوز نیومده بابا. من که بهت گفتم صبح که میخوای بیا اینجا با خودت بیارش. خودش دلش نمیخواد. فکر میکنم که حق با اون باشه. اون دوست نداره برای تو دردسر درست بشه. زشته. بیا با. بیا امید. نگاه کن تو رو خدا، آخه این چه بلایی بود که به سر خدا ازشون نگذره الهی. چی شد خدایا؟ ولش کن، الان خونش برمیاد. سارا برو اون در باز کن مادر. نمیخواد بری، بذار خودم میرم. شاید هنوز با من کار داشته باشد. مامان نکنه از اونا باشن. چه میدونم. ای بابا سلام. خانم اشرف، خانم اشرف، کی بود مادر؟ ایچه نگره نباشه، دختر آقای مشایخ بود. یه لیوان چایی با هم بده. طبقه نهم. تو خجالت نمیکشی؟ حیف که ارزش زدنم نداری. آها، خشمت منو کشته، خشمت منو کشته. خانم شیخ، میخواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم. من عصبیم، بهتر شما رانندگی کنی.
چرا ساکتید آقای رافه؟ داشتم به این فکر میکردم که این آقا بهروز که این همه شما رو دوست داره چرا باش اینجوری برخورد میکنه؟ مطمئنم این مطلب بی مقدمه به ذهنتون خطور کرده. چطور؟ یا شما تو شناخت افراد دچار مشکلین یا دارین به من طعنه میزنین؟ نه هیچ کدومش. من با تمام سلولای بدنم از این مرد متنفرم. پس جون شما چی میخواد؟ نمیدونم، از خودش بپرسیم. اگه اینجوری چرا باشه اطمان مجد نمی کنیم؟ این مرتیکه لات بی سرپای دختر شهرستانی رو به روز سیاه نشونده. اگه خیلی مرد زندگیه اون بدبخت رو از سرگردونی نجات بده. من تا الانم اگه چیزی بهش نگفتم فقط به احترام شما بوده. اتفاقا برخورد با این آدم برای من قابل تحسینه. بهروز، تا کی نسبت به خودت و زندگیت بی‌اعتنا هستی؟ من که تو رو نمی‌بخشم، خصوصا نسبت به اون دختر بیچاره شهرستانی که 2 سال سر کار گذاشتیش. اون گناه داره. امروز قبل از اینکه بیای خونه تلفنی با من صحبت کرد، همه چیزو برام تعریف کرد. اون خیلی آزار و اذیت شده. آخه تا کی؟ گناهه. اون به تو علاقه داره، تو رو دوست داره. اینه معنی دوست داشتن. الو دورنا، خونه باش میام دنبالت برم بیرون. ما خدا بفرمایید. خدا خیلی خوش اومدید. مرسی باجان. قربونشمونه. اصلا خیلی خوشحال شدم به خاله. برم مزاحم شدیم تو بچه‌ها. با چیه نقطه‌شو برداریم. با چه خسته شدی. خوبی سارا جان؟ قربونتون برم. سارا جون پاشو میوه بیار. وای چرا زحمت میکشی؟ چیه؟ خب دیگه چه خبر تو با جون؟ ایشالا راضی هستین از اینجا؟ هرچند اینجور جاها با ما سازگاری نداره، ولی خب چاره ای نیست، بالاخره عادت میکنیم. وای توبا جون، به خدا من یه روزم اینجور جاها نمیتونم زندگی کنم. راست میگی اقدس خانم، آدم دلش میگیره والا. خب حالا با همسایه‌ها که رابطه داری؟ اینجا از این خبر مبرا نیست، همه سرگرم زندگی خودشونن. اصلا کی به کیه؟ پس قربون همون محله قرقرازی خودمون که سرمون واسه همدیگه درد میکنه توبا جان. به خدا من 2 روز همچین جاهای زندگی کنم و دلم میتره که. آره والا راست میگی. بفرمایید. ممنون سارا جون، چرا زحمت کشیدی؟ خواهش میکنم، چرفی. بفرمایید. قربون شما. اینجا تا دلت بخواد انقدر آهن رو آهن و سیمان رو سیمان گذاشتن که این دیوارهای خونه انقدر نازکه که این یکی همسایه صدای اون یکی همسایه رو به واضح میشنوه. بفرمایید تو رو خدا. ممنون قربون. بچه‌ها چطورن؟ بچه‌ها خوبن؟ دست بوسن تو باشون. الانم که دیگه تابستونه و تعطیلات، دیگه کلاس و این چیزا باید. چرا انقدر ساکتی؟ نمیخوای حرف بزنی؟ تو رو خدا ولم کن. ببین من الان هیچی نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که یه سری اتفاق داره میفته، یه سری اتفاقات تازه. میفهمی؟ چه اتفاقی؟ نگران نشو، یه حس عجیبی دارم. نمیدونم خوبه، نمیدونم بده، هیچی نمیدونم. فقط تنها چیزی که میدونم اینه که خیلی چیزا باید عوض بشه. مثلا چی؟ مثلا من، تو، این وضعیت مسخره. دیگه از همه چی خسته شدم، هیچی خوشحالم نمیکنه. بهروز تو حالت خوبه؟ بابا تو هم که فقط بلدی سوال کنی. پس چی کار کنم؟ ای بابا تو هیچ کاری نمیخواد بکنی، همه کارها رو اصلا من میکنم. شما به کاری هیچی کاری نداشته باش تا ببینم چه اتفاقی میفته. من اصلا میخوام از دست همه چی خلاص بشم، از دست خودم، از دست تو، از دست همه چی. یعنی چی؟ ای بابا بازم میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه پاشو الان بریم بعدن راجع بهش صحبت میکنیم. باشه؟ پاشو. بالاخره نگفتی چی شده؟ حالا فعلا پیاده شو برو. کی ببینمت؟ چه میدونم، بهت زنگ میزنم. باشه.
کاری نداری؟ خداحافظ. سلام. ساعت چنده؟ با بهروز بودم. تنها که نبودم. ما یه عمر توی این محل با عزت و احترام زندگی کردیم. قرار نیست آبروی من و خالت به خاطر کار تو به خطر بیفته. من کاری نکردم آقای نراقی. منو بازی نده دورنا. اگه تا حالا چشام رو هم گذاشتم و هیچی بهت نگفتم، فقط به خاطر خالت بوده. همین. ما میخواییم با هم ازدواج کنیم. از این چرت پرتا زیاد شنیدم. این پسره قیافش خلافه. از اینجور آدم ها در دوران خدمتم زیاد دیدم. حالا میگین چی کار کنم؟ آها، ببین دورنا، اگه میخوای تهرون با ما زندگی کنی، باید دست از این کارات برداری. همین. خاله چی؟ اون چی میگه؟ حرفای من حرفای هر دومونه. امید جان، به هم قول دادی یا مادر؟ میگن جمعه روح مرده ها هم آزادن. چشم رو چشم. بعدشم قرار شد که منو ببری خونه خودم. اونم رو چشم. بچه ها چی؟ منم میام. شما که رو چشم من جا داری که. امید جان، مامان فردا صبح که از خواب بیدار شدی میری برام شکر و آرد میخری و زعفرون و مخلفات حلوا. میخوام حلوا درست کنم که وقتی میریم سر کار یه مقدارش هم با خودمون ببریم. اونم رو چشم. چشم. ببخشید پس من چی؟ نه خرید دارم. میخوام بری بازار؟ بله. اونم رو چشم. دیگه کسی کاری نداره؟ نه مرسی. او یخ کرد بخوری. یه مادر. چشم. مواظب باش حلوا نریزه. چشم. بیا سفیده. سلام. سلام خانم رافه. سلام آرزو خانم. سلام. جایی تشریف میبری؟ داریم با بچه ها میریم به سر و سر خاک پدرشون. خدا رحمتشون کنه. میخواین برسونمتون؟ خیلی ممنون. براتون زحمت میشه. شما چرا آرزو خانم؟ آخر راه طولانیه، سختتون میشه. نه مسئله نیست، تاکسی زیاده، با تاکسی میریم. خب امروز جمعه است، منم با ماشین کاری ندارم. میتونیم با ماشین من بریم. راستش آخه نمیدونم. آخه نداره که، ماشین قراره تو پارکینگ خاک بخوره. اینجوری حداقل من یه ثوابی کردم. بفرمایید. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. پس من بعد از اون میارم خدمتتون. به سلامت. لطف کردی. خدا
سلام توبا خانوم. سلام طاهر خانوم. چه عجب یاد ما کردین. حالا چرا از پشت پنجره؟ بیا پایین خوب ببینمت. نه که هول کردم، الان خدمتتون میرسم. خیلی خوب مادر، پس من میرم تو. سلام آش خانم، حال شما خوبه؟ سلام. من قربونم این پاکی و صداقتت برم. نمیدونی چقدر دلم برای تنگ شده بود. دلم برای این کوچه. امید سلام. سلام، وقت داری؟ در چه موردی؟ خیلی چیزا. تنها؟ آره دیگه، تنهای تنها. انتظار داری حرفتو باور کنم؟ نه، اما دوست دارم باور کنم. خیلی خوب، بگو میشنم. ببین، یعنی راستش میخوام اعتراف کنم. اعتراف اینجا؟ من اینجا چشه؟ بهتر بریم پشت بوم. پشت بوم برج. پشت بوم هرچی؟ بهتر اینجا واسه اعتراف. چرا؟ وقتی اینجا به خدا خیلی نزدیک تریم. باش، بریم بالا. خب من در خدمتم. میگم اینجا اینجوری هم خوشگله. من همیشه اینجوری نگاه کردم به اینجا، اینطوری نگاه نکردم. خب بگو. میگم میدونی فرق من و تو چیه؟ ظاهرن این دفعه حرفات جدیه ها؟ خیلی هم جدیه. تو پدر نداری، اما یه موقعی داشتی، یه موقعی دیدیش. الان هم اگه نداری مادرت هست، خواهر.
ولی من تا چشم باز کردم پدرم رو ول کرد و رفت، مادرم هم سکته کرد و افتاد روی این دوچرخه. من از بچگی نکبت بودم، تو گوگول بابا مامان و آدم های دروبرت بودی اما من نبودم، در صورت که میخواستم باشم همه سعیمو کردم که باشم. وقتی هم دیدم نمیشه به هزار تا راه دیگه متوسل شدم. میدونی 4 تا آدم که سهله، اگه میتونستم 400 تا آدم هم مسخره میکردم. این حسه رو میفهمی؟ نه نمیفهمی، این چیز اصلا حالیت نیست. شاید این حرفایی که تو میزنی حالیم نباشه. ببین، شاید تو پدرتو ندیدی ولی من دیدم، دیدمش که 15 سال تموم بدون هیچ گله و شکایتی تو رخت خواب خوابید. اون سوخت، ما خاکستر شدیم. من فرزند همون پدرم، از سوختن اون یاد گرفتم که کتک خور تو نباشم، نه تو نه هیچ کس دیگه. ما همون به یه اندازه قدرت داریم. میدونی فرق من و تو چیه؟ اینکه تو از پشت سر میزنی، من از روبرو. تو نمیخوای آدم باشی ولی من میخوام. تو نمیبینی ولی من میبینم. تو نمیخوای ببینی ولی من میخوام. اسم من امیده، اسم تو بهروز. شاید تو نخوای که درست زندگی کنی ولی من تمام تلاش و سعیم میکنم که درست زندگی کنم. بازم بگم؟ نه بازم من بگم. تو فکر کنی من خوشم میاد اینطوری زندگی کنم؟ تو فکر میکنی من با این وضعیت حال میکنم؟ میدونید چند بار تو تنهایی به خودم لعنت فرستادم؟ میدونی چند بار به خودم فحش دادم؟ من همه این کار رو کردم به خاطر اینکه انتقام مادرم از همه بگیرم. من یه عالم سیگار کشیدم که پولایی که اون بابا میفرسته رو دود کنم بره هوا. خیلی وقتا خواستم دیگه کارهای بد نکنم اما نمیشه، یادم رفته. یادم رفته چجوری باید آدم خوبی بود. اینو میفهمی؟ ببین، به اندازه تمام آدم های روی کره زمین راه هست برای رسیدن به خدا. تو هم یکیش انتخاب کن. چجوری؟ خیلی خوب، بقیهشو بریم خونه ما مفصل با هم صحبت کنیم، پیداش میکنیم. اگه نگفتی اینجا به خدا نزدیکتره. تا اگه دلتو صاف کنی همه جا خدا به تو نزدیکه. نگران نباش.
خاله جون قربونت بشم، داری کجا میری؟ خدافظ. آخه نراقی که بعد تو رو نمیخواد. خدافظ. من جواب مادر تو چی بدم؟ سلام خاله. سلام. میشه بگین دورنا یه توکی با بیاد دم در؟ دورنا ساکشو برداشت و رفت. رفت؟ کجا رفت؟ با اون ماشین رفت. بشین تو زنه خودم. پیاده شو. چی بود چیزی داره؟ ساکت کجاست؟ صندوقو بزن، صندوقو بزن. انتظار داری باور کنم؟ انتظار ندارم، اما دوست دارم باور کنم. آخه چطور شده که یه مرتبه نظرت نسبت به همه چیز عوض شده؟ نمیدونم. برای اینکه میخوام خودم باشم. برای اینکه احساس میکنم تا حالا داشتم ادای یکی دیگر در میآوردم، چون من آدم بدی نیستم. میدونی شاید به نظر میومده برام مهم نبود که تو رو عقد کردم و ولت کردم یا بقیه آدما راجبم چی فکر میکنن، اما واقعا مهم بود. میدونی از بچگی وقتی بچهای همسن و سال خودم میدم که با پدر مادرشون راه میرن حالم بد میشد، چون من داشتم تاوان هوس دو نفر دیگر رو پس میدادم. بعدم فکر کردم که باید انتقام این دو نفر رو از بقیه بگیرم، اما تازگی ها فهمیدم که میشه خورد و نزد، میشه با زندگی زندگی کرد. حالا من انتظار ندارم باورم کنی، چون خودم هم خودم باور نمیکنم، اما امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا هم خودت میدونی اگه دوست داری باور کنی میتونی با من بیای، اگرم نه که نمیدونم. پس بری. کجا؟ اول پیش مادرم، بعد آمرشم. سلام مادر. سلام. یه دقیقه چشاتو به من، میخوام یه چیز بهت نشون بدم. سلام. خوبی؟ ممنونم. خدا رو شکر بهروزم سر و سامون گرفت. نگران نباش، نوبت ما هم شام است. بریم. به سلام آقا بهروز گل. سلام بهروز جان، چطوری؟ نارفت نمی کنی بیام تو؟ باشه من یه بیتو خب برو سو. خیلی خیلی مبارک باشه. انشالله عرص ما دیگه آقا بهروز. خیلی بی نمکین. بهتون بگم از امروز دیگه لوسبازی تموم، از امروز زندگی با قانون جدید. همین حتما. بله. تو خوبی؟ آره خوبم. خیلی دلم میخواد بدونم نظر تو در مورد معنی عشق چیه. چه زود. چی؟ اینکه غافلگیرم کردی. راستشو بخوای بعضی وقتا فکر میکنم تو اصلا مفهوم عشق رو نمیدونی.
عشق. من خودم مظهر عشقم، من فرزند عشقم. این واژه مسخره‌ای که امروز استفاده میشه به نام عشق، که متاسفانه مثل ویروس وبا کل جامعه رو گرفته، عشق نیست. عشق واژه‌ای نیست که به سادگی بشه خرجش کرد. عشق یک لحظه تپیدن دله، دلی که برای معشوق بتپه. چه باشکو. تا حالا فکر کردی نظرت در مورد من چیه؟ تو دختر خیلی خوبی هستی، خوب و مهربون، یه رفیق، یه دوست واقعی و عاشق. اونیشو دیگه نمیدونم عاشق کیو چی هستی، واقعا نمیدونم. خودتو به اون را نزن. نکنه میخوای بگی عاشق منی ها؟ بیشتر از اونی که فکرشو بکنی. ولی من کجا؟ تو کجا؟ دو تا راه از هم جداییم. یکیش میره به سمت شمال، یکی دیگه‌اش میره به سمت جنوب. ولی راه من و تو هر دو به یه جا ختم میشه. اونم دل منه. فراموش نمی کنم. منم فراموش نمی کنم. تو چی رو فراموش نمی کنی؟ این که فراموشم نمی کنی. شاید این آخرین دیدار بین من و تو باشه. چطور؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ این که نشد جواب. مادر من اینجا بدجور احساس دلتنگی میکنه. خب که چی؟ تمام امید آرزوی من مادرمه. یعنی میخواید از اینجا برید؟ آره. تو نباید این کارو بکنی. من تازه تو رو پیدا کردم. نه، نباید. تو نباید این کارو بکنی. نباید. آرزو، آرزو، چی شده بابا؟ پاشو یه آبی به صورتت بزن، پاشو. میکنی. سلام خانم مشایخ. سلام. اینا کجا رفتن؟
من از اون اولش هم میدونستم این خانواده با این دک و بز اینجا بمون نیستن. رفتن؟ بله. بذارشون تا دست شما درد نکنه. خب یه سنگینه، بذار من برمیدارم. بذار من برمیدارم. بفرم آسان این هم بذارم پشت دست شما. آسان این شکستنیه. بذار بذار دم دست. آها خوب، مراقبش مراقبش. خب دیگه فکر کنم تموم شد دیگه، چیزی نمونده دیگه. نه نه ها دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. سلام خانم رافه. سلام. سلام. کجا؟ ما دیگه داریم میریم آرزو خانم. کجا میرین؟ داریم میریم خونه قدیمی خودم. به هر حال اونجا خونه پدریمونه، خیلی راحت تریم. شما چرا آقای رافه؟ شما فکر نکردین با رفتنتون دل بعضی از آدم ها رو آزرده میکنین؟ شما که به این چیزا اعتقاد دارین؟ شاید هم همش دروغه. دروغ که نه، ولی ببخش خانم مشیخ، شما دارین گریه میکنی؟ برای دل خودم دارم گریه میکنم. کجا داری میری پسرم؟ هاش خانم، خوبی بدی از ما دیدی حلالو میکنی. تو باید منو حلال کنی، من که از تو بدی ندیدم. ما هم از شما بدی ندیدیم. هیچ وقت به اندازه این مدت معنای رفاقت رو نفهمیده بودم. وقت کردی گاهی اوقات یه سری به ما بزن. بهتر نیست تو بیای پیش ما. نمیدونم، اما فکر میکنم به قول خودت این بالا به خدا نزدیکتره. نمیخوام تنها باشم. همیشه میتونی رو من حساب کنی.